قربان، میتونم بیام تو؟ بیا یلدیز. قربان، من راجب مرگ پسرتون تحقیق کردم. اطلاعاتی که به دست آوردم با گفتهای بلوط همخونی نداره. یلدیز چی میخوای بگی؟ قربان، متاسفانه پسرتون به قتل رسیده. پسرتون خودکشی نکردن. میخوام دیگه هیچ وقت این حرفا رو به زبون نیاری یلدیز. پسرم از دست دادم چون اون خودکشی کرده. فهمیدی؟ هرچی شما دستور بدین. فواد خودکشی نکرده اینجی، برادرتو مماتی کشته، هر دو رگ دستشم زده. چون پدر تصمیم گرفته در این مورد سکوت کنه، پس منم نمیتونم کاری کنم که مماتی تقاضای کارشو پس بده. بلوط به بابام دروغ گفته، هم اون هم قاتل برادرم مماتی باید تاوان کارشونو پس بدن. قاسم اینا کیه؟ نمیدونم رئیس. السلام علیکم. علیکم السلام. ترجمه کن. من واسهتون ترجمه میکنم. نه اجیم ما نتشکر کن. ما اومدیم اینجا از شما تشکر کنیم. ببینم موضوع چیه. ما خدا که مایبتون نه اتیخ انتو جسد و ابیون نه اتیخ. در حالی که هیچ کس برای ما سلاح نفرستاد، شما این کار رو برای ما کردی. از کجا میایی؟ لبنان. معرفی میکنیم. اینا رو باش، به خاطر چند تا اصلاح اومدن تشکر کردن. رئیس معلومه آدم حسابی هن. کی توه؟ نظیر بیگ و یالچین بلوط هستن. این لبنانی رو کی راه داد تو؟ قربان، به ما گفتن مهمون نظیر بیگ هن. برادر عزیز، برادرای عربمون رو دیدین؟ آره دیدم، اما من خوش دارم کاری که میکنم پنهون بمونه. هر کاری کردم نتونستم مانعشون بشم. میگفتن ما رو با این آدم جسور آشنا کن، وظیفه‌مونه که دستشو به دوستی فشار بدیم. این نظیر بالاخره اسرائیلیا رو به جونمون میندازه. مادر کسی که به این عربا یه لیوان آب بده عزادار میشه، چه برسه به اسلحه. اعصابمو خرد نکن که با دستای خودم براشون اسلحه میبرم. انگار شما حرفای خصوصی دارین، یعنی من باید برم بیرون؟ حالا قمزه چطوره؟ قمزه مرد.
بچه چی؟ اگه به دنیا بیاد زنده میمونه. خوبه. اگه شما میخواین حرف خصوصی بزنین من میتونم برم بیرون؟ تو بهشون چی گفتی؟ گفتم خودکشی کرد. اونم باور کرد. داوود بیگ هرچی من بگم باور میکنه. نمیفهمم بابا، با مدرک و سند بهت میگم پسرتو کشتن. وقتی مماتی داشت پسرتو میکشت، اون آدم که از پسرت با ارزشتره داشت تماشاش میکرد. وقتی خونه فواد داشت بانو پر میکرد، بلوتو اونجا وایستده بود و هیچ کاری نمیکرد. اسکندر مثل همیشه داره به تو دروغ میگه اینجی. همه به همه دروغ میگن. اسکندر بدون هیچ دلیلی به من دروغ میگه. فقط بلوت به تو دروغ نمیگه. آره بابا. فوادو تو کشتی؟ از پسرت متنفر بودیم. به آدمات گفتی که فوادو از بین ببرن. اینجی کافیه، بسه دیگه. من انتقام برادرمو میگیرم. اگه دست تو هم تو این کار باشه حال تو رو هم میگیرم. خیلی خوش اومدین، به من افتخار بخشیدین که اومدین دیدنم. حالتون چطوره؟ اصلا خوب نیستم قدرت به. چرا؟ فهمیدم که به دشمنای ما اسلحه فروختیم. 50 ساله که شراکتی کار میکنی. شما چرا این کارو کردی؟ امکان نداره. من تا حالا هیچ وقت به دشمنای شما اسلحه نفروختم و نمیفروشم. به این عکس نگاه کنین. این مرد شریک برادرتونه. کشتی که اسلحه برده به لبنان کشتی شماست قدرت بیگ. اینطور که به نظر میرسه شما شریکتون رو عوض کردین. فراموش نکنین که ما کسایی رو که با دشمنانمون همکاری میکنن و به چشم دشمنمون میبینیم. حتما یه اشتباهی شده. فکر نمی کنم برادرم از این معامله خبر داشته باشه، ولی به هر حال من این اشتباهو جبران می کنم. هر کاری ازم بخواین حاضرم انجام بدم. خوش اومدی. بیا جواد، بیا. خدا رحمتش کنه. منو به خاک سیاه نشوندین. وقتی داشتن برادرمو میکشتن تو با خیال راحت اینجا نشسته بودی. برادرم چه دشمنی در حقت کرده بود که تو اجازه دادی اونو بکشن و منو به خاک سیاه بشونن؟ جواد درکت میکنم که داغ داری و چون برادرتو از دست دادی و عزاداری، من این حرفاتو نادیده میگیرم. دیگه بین من و تو همه چی تموم شد اسکندر کبیر. من برای این که انتقام برادرمو بگیرم استانبولو با آتیش میکشم. بهت توصیه میکنم از سوراخت بیرون نیای، ممکنه بسوزی. منو نگاه کن جواد، اگه این اعتماد به نفس تو رو یه چوب کبریت سوخته داشت، حالا تبدیل به یه درخت شده بود. پاتو از گلیمت دراستر نکن.
هم تو رو، همون آدمای احمقت رو میندازم تو بشکه‌های قیر و ازشون آسفالت درست میکنم تا باهاش کوچه‌های استانبول آسفالت کنم. مردی که حدتو بشناس. قربان جلوی این مرد رو بگیریم؟ بذار شعلای خشمش دامن پولاد رو بگیره، وقتی که آروم شد میاد دستمون رو میبوسه، ما مجازاتش میکنیم و میبخشیمش. الماز، این اسکندر چیه؟ آقا اون آتیشه. باید چی کارش کرد؟ آقا آتیشو باید خاموش کنی، یا اگه نمیتونی خاموشش کنی باید ازش دوری کنی. چیه؟ نکنه ترسیدی؟ آقا نمیترسم، اما آدم با نفوذیه، نمیشه بیگدار به آب زد. دایی کجا بودی؟ رفتم سر قبر الوان. دایی ازت خواهش میکنم واسه یه مدت از بیمارستان خارج نشو. پولاد جان مگه جایی مونده که برم؟ یه جا مونده زیر خاک، اونم که خداوند هر وقت صلاح بدونه حتما میرم. به وضعیت آقا مماتی به طور ویژه رسیدگی کنین. درخواست ما از شما همینه. اما اگه میگین نمیتونم، کاری نیست که ما نتونیم انجام بدیم. برادر مرحومم یکم زیادی حساب کتاب میکرد و منتظر فرصت میشد. من اصلا حوصله حساب کتاب ندارم. منو خواستی داداش؟ مگه بهت نگفته بودم بدون اطلاع من هیچ معامله ای نکنی؟ داداش بعدا نگی که نگفتم. اگه یه بار دیگه منو بزنی میکشمت. ببینم چرا به عربا اسلحه فروختی ها؟ مگه مملکتی هست که نفروشه؟ بعدا نگی که نگفتم. اسرائیلی ها میخوان کاسه گذار سر ما بشکنن. فکرت اگه یه بار دیگه بفهمم که با عربا معامله کردی با دستای خودم میکشمت. داداش مگه دیوونم که به عربا اسلحه بفروشم؟ مماتی فروخته. انتظار داری حرفتو باور کنم؟ ابراهیم نگو که نگفتی. من این داداشمو میکشم. فکرت به مگه آدم برادرشو میکشه؟ داری شوخی میکنی؟ دارم جدی میگم ابراهیم. اما اگه داداشمو بکشم تو رو میکشم. حالا صبر کن و ببین. Başlamış diyorum, ne diyorsun? Evet. En
انشاءالله یلجریم اومده، خیلی دلم براش تنگ شده. نده کی خود است؟ کسی خاصی نیست. بازم اون دیوونه. یلگیریم کجاست؟ دوستمون یلگیریم جاودانه شد، به خاطر مردمش خودشو فدا کرد، شربت شهادت رو نوشید و رفت پیش خدا. خدا رحمتش کنه، جاش بهشته. بیچاره شدیم. هیچی بهت نمیگم. انشاءالله تو هم صاحب بچه بشی، تو هم این دردو بکشی. هم جلو چشم گم شی، بری بیرون. بریم چشم گم شی، از خونه من بری بیرون. پولاد علمدار از من وقت ملاقات خواست، نپذیرفتم. از نقشه یه سوءقصد حرفایی زد، گفته از یکی از آدمای اسکندر شنیده. زکی همون ماموری بود که ما گذاشته بودیمش پیش اسکندر. وقتی پولاد گرفتش لو رفت. پس حرفاش درسته؟ نمیتونم حرفاشو تایید یا رد کنم. ما بهش مسئولیت دادیم، قبول نکرد. با توصیه شما اسکندر رو مسئول کارا کردیم، اما پولاد علمدار که تحت امر شماست اینو قبول نکرد. به من گفته بودین که قبول میکنه. پولاد ما را ناامید کرد. ایشون الان خارج از حمایت ما هستن، واسه دولت کارای مهمی انجام داده و از اسرار مهمی آگاهه. توصیه میکنم دقت کنی. این اختلافات کی تموم میشه؟ رئیس امنیت گزارشو میذاره جلوم که مسئولین قدیمی دولت پرچم دشمنی با دولت رو بالا بردن، اسکندر به عنوان مأمور دولت برای کشتن بزرگان دولت نقشه میکشه. اگه اسکندر رو دعوت کنم و بپرسم میگه پولاد میخواد منو بکشه. شما پولاد آزاد گذاشتین، اون وقت به من میگین دقت کنین؟ آقای محترم، وظیفم هر چی ایجاب کنه همونو انجام میدم، از همه قدرتم استفاده میکنم. دولت این چند دستگی رو تحمل نمیکنه. شما هم هر کاری که لازمه انجام بدین و از من توقع نداشته باشین ساکت بمونم. درخواست ملاقاتت رد شد. چرا؟ نمیدونم. اگه این تصمیم نخست وزیره؟ ما میدونیم چی کار کنیم. دولت داره صبرمونو امتحان میکنه. من وقتی برای صبر کردن ندارم، انگار واسه خودم چیزی میخوام. اسکندر میخواد مقامات بلند پایه دولتی رو بکشه، اما من اجازه نمیدم اون به هدفش برسه. اگه اون میخواد دیکتاتوری رو تو این کشور برپا کنه، من جلوشو میگیرم.
ارجمند بیگ، نوشتهاتون خوب و قشنگن اما ترکیه رو خار و خفیف میکنن. من برای اینکه ترکیه از این خفت نجات پیدا کنه تو مقاله هم راه حل راه میدم. پیشنهاد میدین از ناتو جدا بشین، بعد اینجا بحث میکنیم که آمریکا چرا از قدرت موجود طرفداری میکنه. اگه ما علناً واسه آمریکا رجزخونی کنیم، این کمکی به اقتدار ما میکنه؟ استاد، طبق گزارش فرمانده، ناتو نمیتونه به ما در زمینه تامین سلاحایی که ما بهشون نیاز داریم کمک کنه. پس شما همکاری با ناتو رو در این شرایط چطوری میخواین توجیه کنید؟ ارجمند بیگ، سلاحای مورد نظر من سلاحای معمولی نیستن. من میخوام ارتش ترکیه مجهز به سلاحای پیشرفته بشه. با حرفای شما موافقم، چون کشورهای منطقه میخوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. هیچ کشوری از سلاح هسته‌ای استفاده نمی‌کنه، فقط یه عامل بازدارنده است. و اگه ما بخوایم تو سیاست‌های داخلی و خارجیمون مستقل باشیم، پس باید ارتشمون به سلاح‌های روز مجهز بشه و از کشورهای عضو ناتو برای آموزش ارتشمون استفاده کنیم. آقایون، در دنیای تک قطبی امروز، وقتی آمریکا این همه قدرتمنده، ما چطور میتونیم مستقل باشیم؟ ما با در پیش گرفتن یه سیاست کاملا حساب شده و هوشمندانه میتونیم مستقل باشیم. اگه از اسرائیل به خوبی استفاده کنیم، میتونیم ارتشمون رو به سلاح‌های روز مجهز کنیم. آقایون، ما باید از شرایط موجود در منطقه بیشترین استفاده رو ببریم. وقتی اسرائیل با همه کشورهای منطقه مشکل داره، باید از این شرایط استفاده کنیم. این شرایط برگ برنده ماست. دوستان، مثل اینکه شما متوجه نیستید، در کنار آمریکا و ناتو بودن از ما یک کشور قدرتمند می‌سازه. پس مسئله مستقل بودن و استقلال سیاست خارجیمون چی میشه؟ معلومه ارجمند بیگ و دامادش یه جور فکر میکنن. برعکس، اصلا اینطور نیست. امروز فهمیدم یکی از مهمترین دوستامو از دست دادم، جاوید آکارسو. رابطه ما با دولت اسرائیل بود اما به قتل رسیده. در ضمن گفته میشه کسی که جاوید رو به قتل رسونده داماد ارجمند بیگ. دوست قابل اعتمادمون اسکندر کبیر هم نتونست جلوی این ضایعه بزرگو بگیره. متاسفانه ضربه سختی خوردیم. اسکندر کبیر برخلاف تمام هشدارامون نتونست این بحران خوب مدیریت کنه. برای رسوندن اسکندر کبیر به این مقام از هیچ تلاشی دریغ نکردیم، اما اون نتونست انتظاری رو که ما داشتیم برآورده کنه. اسکندر، یا باید کاریو که ما ازش میخوایم انجام بده، یا باید برای تک تک کاراش به ما جواب پس بده. به داداشم هم گفتم مماتی بیگ، این فقط تصمیم مماتی نیست، تصمیم مشترک هممونه. نگفتم ابراهیم؟ البته که گفتین فکرت بیگ. دارم میگم مماتی بیگ، اگه به خاطر این مسئله به برادرم فشار آوردن، به تو هم فشار میاره. چه عربای مهمی. به داداشم هم گفتم، انگار خودشون به عربا اسلحه نمیفروشن. اصلا از سیاست خوشم نمیاد، خیلی کثیفه. مماتی بی، حالا که نظیر تو رو دعوت کرده باهاش بری آذربایجان، یه چند روزی برو و برگرد. نگو که نگفتم، این آدم ها وسط دردسر درست میکنن. چه دردسری میخوان درست کنن؟ ببین مماتی بی، من با این اسرائیلیا به توافق میرسم. چجوری به توافق میرسی؟ با دادن همه درآمدامون به اونا. ببینم چرا میخوای این کارو بکنی؟ واسه این که قبول کنیم اشتباه کردیم و معذرت خواهی کنی. تو برو از هر کی میخوای معذرت خواهی کن. من از هیچ کس معذرت خواهی نمی کنم، به هیچ کسی قرونم نمیدم. ابراهیم، تو شاهدی که حرفامو به مماتی زدم. من شاهدم فکرت بیگ.
آزای محترم، بعد از یه مدت طولانی برای تشکیل اولین جلسمون اینجا جمع شدیم. در این دوران خطرناک احساس کردم احتیاج به مشورت با شما دارم. کابینه جدید دولت تشکیل شده. قسمتی از تغییراتی که خواستارش بودیم از طرف دولت پذیرفته شده. زیر سایه این تغییرات ترکیه سیاست خارجی فعالتری در منطقه خواهد داشت. ترکیه در این منطقه مجبوره که کشور مرکزی باشه. این هم برای ما و هم برای ساکنان این منطقه خیلی مهمه. جناب رئیس، آمریکا با مدیریت نادرست بحران اقتصادی بزرگترین ضربه رو به پیکر اقتصادی جهان وارد کرد و امید سرمایه‌داران رو برای اداره جهان به صفر رسوند. آمریکا تاوان این عملش رو پس میده، اما ترکیه هم از این بحران که ساخته و پرداخته دیگران بود به سختی آسیب دیده. اعضای حاضر توی این جلسه در این مورد چه تدابیری دارن؟ متاسفانه الان ما در موقعیتی نیستیم که بخوایم مقابله به مثل کنیم. ما باید سیاست صبر و تحمل رو در پیش بگیریم و منتظر موقعیت مناسب باشیم. فعلا باید پرورش جوانان با استعداد این کشور رو در کانون توجه خود قرار بدیم. البته ناگفته نمونه که آمریکا در عراق و افغانستان درگیره و به کمک ما در این دو کشور نیاز داره و ما میتونیم با کمک به آمریکا در مقابلش امتیازات خاصی از این کشور بگیریم. تا ما رو برای رسیدن به هدفمون که داشتن یک کشور قدرتمند چه از لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی یاری کنه. بزرگترین مانع ما ترورهای سازماندهی شده است. این سازمانهای تروریستی کی از خاک ترکیه ریشه‌کن میشن؟ اگه بتونیم سازمان امنیت ترکیه رو تصفیه کنیم و اگه موفق بشیم کسایی رو که به اسکندر و گروهش دستور میدن و شناسایی کنیم، سازمانهای تروریستی رو به یه شکلی کنترل میکنیم. مشکل ما اینه که اسکندر و تشکیلات تروریستیش از طرف مقامات عالی رتبه دولتی حمایت میشن. در قدم اول ما میخواییم این رابطه رو از بین ببریم و بعد مشغول فیلتر کردن سازمان امنیت کشور میشیم. نتیجه مسئولیت که به پولاد علمدار دادیم چی شد؟ متاسفانه باید بگم پولاد علمدار به حرف ما گوش نداد. جای خالی پولاد علمدار رو کی قراره پر کنه؟ ببینم، شما واقعا راجب من اینا رو گفتین؟ اسکندر کبیر، ما که هرچی میگیم شما گوش نمی کنین. ها، یعنی میگین ما گفتیم که شما خبر داشته باشین، ای بی خبر از همه جا. اسکندر کبیر، دولت داره از دست میره، متوجه این؟ هیچ اتفاقی نمیفته. اجازه بدین آقایونم تو قسمت‌های مشخص تشکیلات خودشون رو راه بندازن، من اونا رو اصلاح میکنم. اینا دین و ایمونشون پوله. مزه پولو که زیر زبونشون بچشن و یکی دوتا مناقصه هم بهشون بدم، آدمای دست به سینه میشن. اون دوران گذشته. خیلی ببخشید، اما شما دارین اشتباه میکنی. در واقع شما اشتباه میکنین. چون یه نفر مرده، همه جا رو به هم ریختیم. به اون جاوید احمقم گفته بودم تا پولادو ننداختم زندان جایی آفتابی نشه. مسئله فقط مسئله جاوید نیست. فرمانده، میدونم این مشکلات از کجا آب میخوره. همونطور که در زمان ریاست شما یه مین منفجر شد و انداختین گردن من، وقتی که منم درگیر سر و سامان دادن به اوضاع هستم و همه چی داره خوب پیش میره، آدمای شما مینو منفجر میکنن و باز همه چی میفته گردن من. اسکندر کبیر، ما حرفامونو زدیم. یا این مسئولیت رو اونطور که ما میگیم انجام میدی، یا کس دیگه ای رو پیدا میکنیم که این کارو انجام بده. معطل نکنین، پولاد بیکاره. دامادمونو بردارین و بیارین و دو دستی این مقامو بهش بدین. زود باشین. یلماز، این مماتی چی بود؟ کبریت آقا،
باید ارتباطش با بارود قطع کرد. پس قطعش کن. شیش دنگ حواستون رو جمع کنین، باید این آدم رو دستگیر کنین. اگه کسی تو کارش غفلت کنه خودم میکشمش. چه خبره کازم؟ براغه پیاده شو. بگی با بابام در مورد چی حرف زدی؟ چیز مهمی نبود ابرو. رئیس برادر جاوید همه کرده به بارانداز، تعدادشون زیاده. گلوله داری؟ فقط 4 تا. منو پوشش بده. باشه. بری. قربان، پولاد علمدار و عبدال از بیمارستان خارج شدن. دوستان اطلاع دادن که یه درگیری توی باراندازشون اتفاق افتاده و پولاد علمدار و عبدال رفتن اونجا. به بچه ها بگو دست از تعقیب بردارن، دستگاه های شنود هم خاموش کنید. پولاد علمدار رو راحت بذارین تا اونایی که قدر ما رو نمیدونن بدونن. چشم قربان.
خسته نباشیم، بریم بگیریم بخوابیم. این موقع شب و تو این تاریکی فقط عزرائیل ممکنه در خونه منو بزنه. شما هم که نمیتونید در مقابل اون ازم محافظت کنه. دایی ما دستور داریم. شما زن و بچه نداریم، بریم به خونوادتون سر بزنیم. مثل من نباشیم، بریم تا وقتی زندن بهشون ابراز علاقه کنیم. کازم ببین کسی تقریبمون نمی کنه. فکر نمی کنم. الماس این چیه؟ گنجشکی که فراشو بریدن آقا. رئیس دشمن بیرونه. Thank you.
فکرت بهم گفته بودا، به حرفش گوش نکردم. این دیگه چیه؟ بنزین. جانتی ها رئیس، زودتر خودتو برسون، اینا میخوان ما رو بسوزونن. در رو از بیرون بسن باز نمیشه. برو. چجوری از اینجا بریم بیرون؟ رئیس برو کنار. الوان نمیدونم اگه تو نبودی من چی کار میکردم. خدا روزی و نیاره که یه لحظه بی تو باشم. پولاد جان شما را به خدا میسپارم، نگران من نباشین، نه اومدنمون به دست خودمونه و نه رفتنمون، فقط تو قبر آروم میگیری. خداوند دعامو قبول کرد، جونمو نه به دست بیماری بلکه به دست یه ظالم ازم میگیره. مطمئن باش انتقام منو ازت میگیرن جواد. ایلماز این چی میگه؟ التماس میکنه که نکشیش آقا. چه التماس مرتی که؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.